برام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز جمعه 17 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 نوامبر سال 2019 میلادی. در نخست سر خط چند خبر مهم. آمادگی حکومت برای رهایی زندانیان طالبان از بند. ادعای رئیس استخبارات روسیه در مورد هدف قرار دادن کشورهای آسیای میانه توسط داعش از خاک افغانستان. نگرانی ها از به تأخیر افتادن دوباره نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. برملا شدن تخلفات مالیاتی در صورت وصل شبکه های مخابراتی به سیستم ریال تایم. و جان باختن دست کم 5 نفر از اثر زمین لرزه نیرومند در مناطق شمال غربی ایران. آشوی خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که اعتماد سازی شرط نخست موفقیت در گفتگوهای صلح بوده و به همین منظور حکومت آماده است تا زندانیان طالبان را در چوکات قانون رها سازد. اما آقای دانش کاهش خشونت، برقراری آتش بس و آغاز مستقیم گفتگوهای صلح را مهم دانسته و تاکید می‌ورزد که تا کنون این روند یک جانبه و غیر عملی پیش رفته و باید روند گفتگوهای صلح و مالکیت افغان‌ها باشد. حسین رسیمنش. نشست یاد بود از 12 سالگرد جان باختن سید مصطفی کاظمی، عضو پیشین مجلس نمایندگان. نشستی که در آن شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و صدها تن از هواداران آقای کاظمی اشتراک کردند. معاون دومی ریاست جمهوری در این نشست میگوید که اعتماد سازی شرط نخست موفقیت در گفتگوهای صلح بوده و به همین منظور حکومت آماده است تا زندانیان طالبان را در چوکات قانون رها سازد. اعتماد سازی بدون شک شرط اولی موفقیت مذاکرات صلح است و ما در این جهت حاضر به هر نوع همکاری بوده ایم و هستیم. به همین جهت حتی در مورد رهایی زندانیان طالبان در چوکات قوانین کشور آمادگی کامل داریم. آقای دانش همچنان می افزاید برخی از احزاب شرایط امروز را با شرایط 19 سال پیش اشتباه گرفته و فکر می کنند که افغانستان باید به صورت جزایر پراکنده قدرت اداره شود. وی از احزاب سیاسی می خواهد تا بر محوریت دولت گرد آیند و در روند صلح سهم بگیرند. برخی از احزاب شرایط امروز را با شرایط 19 سال پیش اشتباه گرفتند و هنوز فکر میکنند که افغانستان باید به صورت جزایر پراکنده قدرت اداره شود. اما ظاهرا این سخنان آقای دانش به مذاق برخی از چهره‌های سیاسی خوش نخورده است. معاون پیشین ریاست جمهوری این گونه واکنش نشان می‌دهد. اگر مقاومت دیروز در افغانستان ولو در یک جغرافیای کوچک افغانستان وجود نمی داشت، امروز این صفحه جدید در افغانستان شکل نمی گرفت. نظام امارت طالبانی در افغانستان بیداد می کرد. برادر سید مصطفی کاظمی نیز در این نشست دیدگاهش را در پیوند بر روند گفتگوهای صلح این گونه ارائه می کند. از جامعه بین المللی خواستار هستیم که در رابطه با صلح، با مردم افغانستان، با نظام افغانستان، با نخبه های افغانستان، با رهبران سیاسی، با احزاب ریشه دار، با احزاب صادقی که در این کشور تلاش کردن، زحمت کشیدن، این نظام به وجود آوردن، با اونا با یک مشوره بسیار جدی یک صلح دوامدار ما شما تشکیل بدین. سید مصطفی کاظمی از سیاستمداران سرشناس و عضو پیشین مجلس نمایندگان کشور بود که در 15 عقرب سال 1386 در سفری به ولایت بغلان مورد حمله حراس افغانانه قرار گرفت و به همراه 5 عضو مجلس نمایندگان و بیش از 80 تن دیگر جان باخت. رئیس اداره امنیتی فدرال روسیه گفته است که داعش به هدف حمله بر آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه می سازد. شبکه خبررسانی تاس روسیه گزارش کرده است که الکساندر بورتینکوف در نشست در تاشکند تاکید کرده که داعش از سنروان کشورهای آسیای مرکزی برای انجام این حمله ها استفاده می کند. اما معاون وزارت دفاع ملی می گوید که داعش در افغانستان در حال نابودی است. شیرشاه رسولی.
پس از آن که تاجیکستان ادعا کرد که 20 جنگجوی داعش از خاک افغانستان وارد آن کشور شده و بر یک بازگاه حمله کرده و 2 سرباز تاجیکستانی را کشتند، اکنون رئیس اداره امنیتی فدرال روسیه از پایگاه سازی داعش در افغانستان سخن زده است. ما شاهد فعالیت‌های بیشتر شاخه خراسان داعش در افغانستان هستیم. داعش از چندین سال به این سو در شرق کشور فعالیت دارد، اما اکنون گفته‌هایی وجود دارد که این گروه سربازگیری‌اش را در شمال کشور شدت داده و در حال بسترسازی است. از این فرصت بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی در مناطق دوردست افغانستان استفاده کردن و در ولایت شمال افغانستان در حال سربازگیری هستند. برجسته کردن حضور داعش و خطرناک توصیف کردن این گروه میخواین که همون نفوذ سنتی که در گذشته در کشورهای آسیای میانه داشتن دوباره همون نفوذ داشته باشن که به این تحقق پیدا کرد. در حالی که رئیس استخبارات روسیه تاکید کرده است که داعش شاخه های دیگری را در افغانستان متحد میسازد و با گروه های جماعت انصاری و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز همکار است، اما وزارت دفاع ملی از نابودی این گروه سخن میزند. داعش در حالت محو و از بین رفتن است و همچنان طالبان تحت فشار شدید نیروهای شجاع امنیتی قرار دارند. پیش از این نیز روسیه از فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را به سرحدات خود تهدید جدی دانسته بود. نیروهای امنیتی مانع هر گونه فعالیت‌های هراس افکنان در حیرتان و مرزهای تاجیکستان و ازبکستان خواهند شد. فرمانده پلیس بندر حیرتان می‌افزاید که نیروهای امنیتی تدابیر جدی برای تامین امنیت حیرتان و بندر مرزی روی دست گرفته و آنان به مخالفان حکومت اجازه نخواهند داد تا با فعالیت‌های هراس افکنانه‌شان در این بندر دست بزنند. در روزهای پسین گزارش ها از فعالیت گروه های هراس افکن به ویژه جنگجویان داعش در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان در شمال کشور نگرانی ها را از احتمال نفوذ این گروه و بدتر شدن وضعیت امنیتی در مرز کشورهای آسیای میانه به بار آورده است. اکنون فرمانده پلیس شهرک حیرتان به باشندگان شمال و شهروندان ازبکستان اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی جلو هر گونه تهدید فعالیت‌های هراس افکنانه را خواهند گرفت. پلیس حیرتان به خاطر تامین امنیت شهروندان عزیز ما، تاجرین و همسایگان ما تماما تدابیر امنیتیش گرفته، هیچ کدام مشکل انشالله که رخ نمیتد شرک حیرتان و 100% برای همشهری های عزیزم اطمینان میتونم. کمیسار بندر مرزی حیرتان نخواست در برابر دوربین رسانه ها در این مورد صحبت کند، اما اطمینان داد که پلیس مرزی در حیرتان با استفاده از امکانات پیشرفته مانع فعالیت گروه های هراس افکن در مرز دو کشور خواهد شد. باشندگان و مسافرانی که در این مسیر رفت آمد می کنند نیز از ایجاد سهولت در بازرسی وسایل و کالاهای مسافران خوشبین هستند. هر زمانی که آمدیم با سیستم های خوب پیشرفته، هم داخلی خارجی هم تلاش های خودم منظم اجرا می کنند، در خدمت مردم هستند. خواست ما ایست که از اینکه در بیشتر همکاری های دو کشور کار شود، مردم رفت آمد کنه و سرمایه گذاری شود. سابقه بسیار زیاد تلاشی میکرد موتورا را مسیر، حال فعلا تلاشی هم سهولت شده، بیربار هم قدر زیاد نیست، هیچ مشکلات فعلا نداره. 3 روز پیش از ورود 20 فرد نقابدار از ولسوالی قلعه‌زال قندوز به خاک تاجیکستان که گفته می شود وابسته به گروه داعش بودند، گزارش شده بود که به گفته مقامات امنیتی تاجیکستان در نتیجه درگیری با این گروه 15 تن آنان کشته و 5 تن دیگرشان بازداشت شدند. کمیسیون مستقل انتخابات موفق به فرستادن هیئت از پیش تعیین شده به خاطر بازشماری آرا در 34 ولایت نشد. مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون میگوید که بنابر ظرفیت موجود در کمیسیون آنها نمیتوانند نتیجه ابتدایی را در 23 عقرب اعلام نمایند. با آنکه دیروز رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از فرستادن هیئت برای بازشماری آرا تا یک روز دیگر خبر داد، اما تا اکنون این هیئت سفرش را آغاز نکرده و از سوی هم مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات خبر داده است. کدام کار عملی به خاطر بازشماری که این انتقال هیئت یا گپ دیگه باشه صورت نگرفته،
فلهازا با توجه به ظرفیت کاری که ما داریم و مسیر راه و مشکلاتی که پیش روی داریم، به نظر ما اعلان نتایج ابتدایی به تاریخ 23 عقرب ممکن نخواهد بود. ناظران دسته انتخاباتی دولت ساز به این باورند که اگر کمیسیون انتخابات باز هم بر بنیاد تقویم به پیش نرود، این مورد زمینه ساز برای ایجاد یک بحران است و کمیسیون انتخابات مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت. هیچ دلیل وجود ندارد که این آرا را مردم زیر سوال ببرند، به خاطر که این رای مردم است. ای که یک کاندید انتخابات به نفعش نیست و چانس خود نمیبینه، به این رقم کارشکنی میکنه و پروسه را اخلال میکنه، این به این صورت قابل قبول نیست. اما ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با رفتن به طرف بازشماری آرا بدون روشن شدن سرنوشت رای های غیر معیاری موافق نیستند. ما بازشماری غیر منطقی را که به یک نتیجه درست نمیرسه به هیچ صورت لازم نمیدانیم. ای که به چرا به تعویق افتیده و می 4-5 روز کمیسیون محترم جوابی ندادن و ما هم منتظر بودیم، همگی منتظر بودن، این مسئله مربوط به ما نمیشد. از سوی هم معاون دوم ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که به گونه شفاف به کارهایش ادامه دهد و نباید زیر تاثیر شرایط سیاسی افراد قرار گیرد. نباید کسی و یا تیمی کمیسیون های انتخاباتی را تحت فشار قرار بده و یا در امور داخلی آنها دخالت کنه و یا بخواهد نظر خاصی را بر آنها تحمیل کنه. این در حال است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه ها گفته است برخی از دسته های انتخاباتی تا اکنون موافقه نکردند که هیئتی برای بازشماری آرا فرستاده شوند و این سبب می شود تا کار آنان به تعویق بیفتد. کاخ ریاست جمهوری از گزارش تازه اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد پیشرفت‌های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری استقبال کرده و تاکید می‌کند که حکومت در حال عملی ساختن راهبرد مبارزه با فساد اداری است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نفوذ سیاسی در پرونده‌های بزرگ فساد اداری پا بر جا بوده و نیاز است تا این موزل را نهادهای بی‌طرف بررسی نمایند. وجود فساد اداری در نهادهای حکومتی در سال‌های پسین بارها خبرساز شده و در تازه ترین مورد بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که حکومت افغانستان در امر رسیدن به معیارهای بنیادی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده، ولی چالش‌های جدی هنوز وجود دارد. حکومت افغانستان تا ماه جون سال جاری در بخش مبارزه با فساد اداری از جمله 76 معیار 57 معیار را تکمیل کرده است، اما برای تکمیل معیارهای باقی مانده نگرانی‌های وجود دارد و به خاطر رسیدن به نتیجه قابل توجه به اقدامات مستدام نیاز است. کاخ ریاست جمهوری از این گزارش استقبال کرده و تأکید می‌کند که حکومت در سال‌های پسین دستاورد داشته و در آینده نیز تلاش‌های بسیار را به خاطر برطرف کردن این چالش انجام می‌دهد. حکومت طی 5 سال گذشته دستاوردهای کلان در امر مبارزه با فساد اداری داشته و در آینده نیز گام‌های کلان در این راستا برخواهد داشت. اما دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که فساد اداری هنوز وجود دارد و نیاز است تا این موزل را نهادهای بی‌طرف بررسی نمایند. فساد اداری هنوز توسط رهبری سیاسی مدیریت و رهبری میشه و نیاز بود که فساد اداری توسط نهادهای مستقل بی‌طرف و غیر سیاسی انجام بشه. در همین حال باورها بر این است که باید اراده سیاسی برای برچیدن بساط فساد اداری در حکومت به میان بیاید. اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد در نظام و در سیستم، در ساختار سیاست نظام باید به وجود بیاید. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های دادگاهی ویژه مبارزه با فساد اداری را از چالش‌های جدی در برابر مبارزه با فساد اداری در کشور دانسته است. دبیر کل ناتو از طالبان می‌خواهد که وارد گفتگو با حکومت افغانستان شوند. یعنی سولتنبرگ می‌افزاید که طالبان هیچگاه در میدان‌های نبرد پیروز نخواهند شد و بهتر است حس تعامل و انعطاف پذیری از خود نشان داده و به گفتگوهای صلح رو بیاورند. آقای یعنی می‌گوید که در مبارزه با داعش در افغانستان دیدگاه مشترک وجود دارد. دبیر کل ناتو پنجشنبه به برلین پایتخت آلمان رفت و با انگلا مرکل نخست وزیر آن کشور دیدار کرد.
بخش از دیدار ارشدترین مقام های آلمان و ناتو را وضعیت امنیتی افغانستان تشکیل می داد. ینس استولتنبرگ از کمک های آلمان در عملیات ناتو در افغانستان نیز قدردانی کرده و گفته است در مبارزه با داعش در افغانستان دیدگاه مشترک وجود دارد. این مشخص است که ما دیدگاه مختلف داریم. ما موافق هستیم که هرگز نمیگذاریم دستاوردهای ما به خطر بیفتد. ما متحد هستیم که ماشین خود را در منطقه تقویت کنیم که داعش در افغانستان جایگاه باز نکند. این مقام ارشد ناتو نیز میگوید استفاده نادرست از اسلام سبب تشدید خشونت ها شدن و ناتو با حضورش در افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی در این کشور تلاش خواهد کرد. حضور سربازان ناتو در افغانستان تنها به خاطر مشوره و آموزش دهی سربازان افغانستان است. آنها قادر شوند در برابر هراس افغانان به گونه مستقلانه برزمند و ثبات را در کشورشان برگردانند. او بار دیگر از طالبان می‌خواهد دست از خشونت برداشته و بر روند صلح بپیوندند، زیرا این گروه هرگز در میدان‌های نبرد پیروز نخواهند شد. بهترین راه برای فراهمسازی فضای گفتگو با طالبان این است که این گروه بدانند که از راه جنگ در میدان‌های نبرد پیروز نخواهند شد و باید آنها با درک این پیام حس تعامل و انعطاف پذیری را از خود نشان داده و به گفتگوهای صلح رو بیاورند. در حال بار دیگر دبیر کل ناتو از طالبان می‌خواهد تا بر روند صلح بپیوندند که بیجینگ قرار است در آینده نزدیک میزبان گفتگوهای بین الافغانی باشد. و حالا وقفه ای کن. ادامه خبرها، وصل شبکه های مخابراتی خصوصی به سیستم ریال تایم تخلف مالیاتی این شبکه ها را که اگر در گذشته مرتکب شده باشند برملا می سازد. مقام های وزارت مخابرات با بیان این مطلب می افزایند در روزهای آینده شبکه های مخابراتی خصوصی به سیستم وصل شده و شفافیت گردآوری 10% کارت های مصرفی مخابرات تامین خواهد شد. نزدیک به 5 سال است که شهروندان کشور 10% مالیات از کارت های مصرفی شبکه های مخابراتی به دولت می پردازند. اما تا هنوز شفافیت در این روند به میان نیامده است. گفته می شود سالانه نزدیک به 5 میلیارد افغانی از این درک به بودجه ملی واریز می شود. سیستم ریال تایم یا فناوری گردآوری شفاف این مالیات 2 هفته پیش در وزارت مخابرات آغاز به کار کرد و در نخستین گام شبکه مخابراتی دولتی سلام به این سیستم وصل شد. انتظار می رفت شبکه های مخابراتی خصوصی نیز به زودی به این سیستم وصل شوند، اما مسئولان آن تا هنوز حاضر به این کار نشدند. شرکت سلام وصل شد، شرکت های دیگه هم آماده شدند که وصل شوند. روی یک تفاهم نامه کار صورت گرفته، امیدوار هستم به زودی، امیدوار هستم هفته آینده حتی به شرکت ها را وصل بکنیم. چیزی که اینجا برای شرکت های خصوصی نگران کننده دانسته می شود این است که وصل شدن این شبکه ها به سیستم ریال تایم فرار مالیات و یا فساد مالی این شبکه های مخابراتی را که اگر در گذشته مرتکب شده باشند روشن می سازد. به همین دلیل این شبکه ها تا هنوز حاضر نشده اند به این سیستم وصل شوند. امیدوار هستم در گذشته هیچ تخلف صورت نگرفته باشه و اگر صورت گرفته باشه این سیستم را برملا می کنم و در صورتی که اگر برملا شد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به هر صورت اولویت اصلی ما ایست که پروژه و این پروسه به صورت کل بعد از این شفاف شود. در همین حال وزارت مخابرات زیر فشار افکار عمومی قرار دارد که هرچه زودتر شفافیت گردآوری مالیات 10% کارت های مصرفی مخابرات را فراهم سازد و نیز مجلس نمایندگان به این وزارت هشدار داده است که اگر به زودی شفافیت آن را تامین نکند گردآوری مالیات 10% شبکه های مخابراتی را لغو خواهد کرد. شماری از معلولان هرات خواستار دریافت جواز رانندگی هستند. آنان با ایجاد راهپیمایی در برابر ساختمان ولایت هرات خواستار رفع محدودیت توزیع جواز رانندگی به این قشر شده و دولت را در زمینه فراهم آوری زندگی بهتر به معلولان به بی‌توجهی متهم می‌کنند. در این حال مسئولان ترافیک هرات در پیوند با این موضوع می‌گویند که بر بنیاد قانون معلولان حق رانندگی در داخل شهر را ندارند.
در چند سال پسین شماری از معلولان در هرات رانندگی می کنند، اما تا اکنون به آنان جواز رانندگی داده نشده است. شماری از این معلولان با سر دادن شعار ما معلول هستیم اما ناتوان نیستیم در برابر دفتر والی هرات گرد آمده و خواستار رفع محدودیت توزیع جواز رانندگی به معلولان شده اند. آنان تاکید می ورزند که شماری از معلولان هیچ مشکلی در بخش رانندگی ندارند و باید حکومت به آنان جواز رانندگی بدهد. از حکومت خواسته ما اینه که اگر به عنوان یک شهروند یک انسان ما را میشناسن، به عنوان افراد از جامعه قبول دارن، برای ما لیسانس بدن. معلولین جز از جامعه ماست و حق دریوری و رانندگی دارن و حتی برای معلولین ما خواست ازیر داریم که خود مدیریت ترافیک یک کورس دایر بکنن. برخی از معلولان میگویند به سختی زندگی میکنن و دولت در زمینه فراهم آوری آسایش زندگی برای معلولان بی‌توجه است. امروز روز که وقتی به موتر سوار میشم جلوی ما ترافیک ایستاد میشه، میگه تو معلولی، حق نداری رانندگی کنی. حتی من لیسانس سابقه خوردارم نشان میدم، میگی لیسانس تو باطله. آیا وقتی که من سالم بودم دولت از ما به کار داشت، امروز که من مجبور شدم از ما دولت به کار نداره؟ بر بنیاد قانون ترافیک معلولان حق رانندگی ندارند. مسئولان این نهاد میگویند تا زمانی که قانون ترافیک در این زمینه اصلاح و دادن جواز رانندگی بر معلولان در قانون درج نشود، آنان به معلولان جواز رانندگی دادن نمیتوانند. قانون به ما اجازه بده و سر دو چیشم از اونا کورس میگذاریم، اینا امتحان میگیریم، بعد لیسانس. بر بنیاد آمار نهادهای رسمی دولتی در هرات بیش از 10,000 تن معلول زندگی میکنند که 5,000 تنشان معلول ناشی از جنگ و خشونت میباشند و شمار این معلولان از هیچ گونه امتیازی برخوردار نیستند. و حالا نرخ اسعار. نتیجه یک زمین لرزه نیرومن در مناطق شمال غربی ایران دست کم 5 تن جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ایران، این زمین لرزه که 5.9 درجه ریشتر قدرت داشت، بامداد امروز به وقوع پیوست. اداره زمین لرزه نگاری ایران گفته است که مرز زمین لرزه در نزدیکی شهر میانه بوده است. این زمین لرزه همچنان خسارات مالی بر جا گذاشته است. یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد، اردن، ترکیه و امارات متحده عربی را به نقض پیام ممنوعیت فروش جنگ افزار به لیبیا متهم میکنند. با گزارش خبرگزاری ریوترز، این گزارش که حاصل یک سال پژوهش کارشناسان سازمان ملل متحد است، آمده که این سه کشور به گونه مرتب و گاه آشکارا بدون آنکه سعی زیادی در مخفی کردن منابع داشته باشند، جنگ افزار در اختیار جناح‌های درگیر در لیبیا گذاشتند. بر بنیاد این گزارش، هر دو طرف در لیبیا از این تسلیحات و حمایت فنی برخوردار شدند. میان برنامه کوتاه. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهی شما. خوش آمدید.